بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه. اینجا رئیس جمهور آزادی انس حقانی، حافظ رشید و ملی خان را در بدل رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان از سوی گروه طالبان اعلام کرد، اما به کرسی ننشست. گروه طالبان میگوید تبادله زندانیان صورت نگرفته و هنوز هم سه عضو برجسته این گروه در زندان بگرام و استادان دانشگاه آمریکایی هم در بند طالبانند. با گفته سخنگوی گروه طالبان قرار بود تبادله زندانیان 4 روز پیش صورت گیرد. انس حقانی با دو همراهش به قطر انتقال یابند و استادان دانشگاه آمریکایی در خاک افغانستان با آمریکایی ها تسلیم داده شوند، اما معامله به دلیل ناروشن انجام نشده است. به خاطر تبادله دو نفر استادای امریکایی با 80 نفر از طالبان تقاضا شده بود، ولی حکومت افغانستان فقط 3 نفر بر از اونها امر رهاییش داده. گروه طالبان انتقال انس حقانی، حافظ رشید و ملی خان را به قطر و برگردانده شدن آنان را تکذیب میکند. اینجا انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا، بانوی نخست کشور، تایید میکند که تبادله 3 عضو ارشد طالبان و شبکه حقانی با 2 استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان صورت نگرفته و ممکن 2 استاد آمریکایی و استرالیایی آزاد نشوند. رولاغنی میگوید چرایی و دلیل ناکامی تبادله زندانیان را دقیق نمیداند. وضعیت بسیار پیچیده بوده و ساده نیست. قسمی که گفتید این کار انجام نشد. مطمئن نیستیم که چرا این کار نشد. اما شاید یکی از طرفها به وعده‌ای که داده بود عمل نکرد. و متاسفانه 2 استاد دانشگاه آمریکایی رها نخواهند شد. ایالات متحده آمریکا، دولت افغانستان و طالبان روشن نمی‌سازند که چه ماجرایی به ناکامی تبادله زندانیان انجامیده است. زیادتر از 2-3 دستگی طالبا و مشکل طالبا هم را ISI، چون طالبا میخواستن که دفتر قطرشان کردیت بگیره، نه ای که ISI گیره. انس حقانی برادر سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و معاون گروه طالبان است. همین گونه ملی خان مامای رهبر شبکه حقانی و حافظ رشید مسئول حملات انتحاری این شبکه‌اند. شبکه‌ای که مرگبارترین، خطرناکترین و پیچیده‌ترین حملات حراست‌دینی را در افغانستان راه‌اندازی کرده است.